امشب در 24 حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمانی در کنار سفارت جمهوری اسلامی در دمشق. محمد رضا ظاهری فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه کشته شد. پایان عملیات نظامی ارتش اسرائیل در بیمارستان شفا. نتانیاهو میگه بیش از 200 جنگجوی حماس در این مجتمع پزشکی کشته شدند. برگزاری 13 به در در سراسر ایران با وجود محدودیت‌های حکومتی. در تهران طرفداران محیط زیست در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه تجمع کردند. و شکست سنگین حزب اردوغان در انتخابات شهرداری‌های ترکیه. رهبر حزب اپوزیسیون میگه دوران حکومت یک نفره به پایان رسیده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در یک حمله موشکی به یک ساختمان در کنار بخش کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق تعدادی از مستشاران نظامی سپاه قدس کشته شدند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر این حمله اعلام کرده محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه در این حمله کشته شده. هنوز اسامی سایر کشته ها منتشر نشده. یک مقام اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته اون نماینده سپاه در امور حزب الله و حماس و شبه نظامیان عراقی بوده. گزارش ها حاکی از تخریب کامل این ساختمان. در همین حال امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول این حمله خونده و تاکید کرده این کشور باید منتظر عواقب اون باشه. اینجا در استودیو شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک با ماست و همکارم اردوان روزبهم از استودیو دیگر ما هست. همینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. با اردوان شروع میکنم و تازه ترین ها در مورد آنچه که در دمشق اتفاق افتاد. اردوان فرداد، نکته ای که هست اینه که رابطومی سپاه ساعتی پیش در یک بیانیه رسمی زمینی که اعلام کرد و تایید کرد کشته شدن اعضاش رو، تعداد 7 نفر رو تایید کرد از کشته شدگان. 2 از اونها فرماندهان ارشد سپاه بودن و 5 افسر دیگر هم در این عملیات کشته شدن. رابطومی کل سپاه پاسداران گفته محمد رضا زاهدی به همراه معاونش محمد هادی حاجی رحیمی و همچنین 5 نفر از افسران به نامهای حسین امان اللهی، مهدی جلالتی، محسن صداقت، علی آقا بابایی و علی صالحی روزبهانی کسانی بودند که در این عملیات کشته شدند. پیش از این هم امیر عبداللهیان اعلام کرده بود که منتظر عواقب سختش بعد اسرائیل باشه، اما همونجوری که ما میدونیم این حمله منتسب به نیروی هوایی ارتش اسرائیل هستش. پیش از این هم دولت جمهوری اسلامی گفته بود که با 6 موشک ساختمان هدف قرار گرفته، ساختمان بخش کنسولی، اما ارتش اسرائیل تاکید داره که این ساختمان بخش سفارت ایران نبوده و ساختمان مجاور با بخش کنسولی بوده که مورد هدف قرار گرفته. از جمله نکته هایی که میشه راجبی صحبت بکنیم که کاخ سفید اعلام کرده که در جریان این عملیات قرار گرفته و در حال تحقیق و بررسی بیشتر اون هستش. همزمان باید به این موضوع اشاره کنم، روز گذشته عملیاتی با یک پهپاد به بندر ایلات، در واقع بخشای از بندر ایلات انجام شده بود که دانیل هاگاری تاکید کرده بود که این عملیات با یک پهپاد ایرانی و کنترل و نظارت و مدیریت جمهوری اسلامی انجام شده. ما میتونیم به هر حال این خبرها رو کنار همدیگه داشته باشیم. همچنین نکته بعدی که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که بعضی از مقامات اسرائیل اعلام میکنن که آنچه که امروز اتفاق افتاده یکی از ضربات سختی است که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خواهد خورد، به دلیل اینکه فرد مورد نظر، یعنی فرماندهی که اینجا در این عملیات کشته شده، شخص خود آقای محمد رضا زاهدی، مسئول هماهنگی و برنامه ریزی در ارتباط با پشتیبانی و هماهنگی تجهیزات و لاجستیک برای حزب الله لبنان، حماس و همچنین بخشی از در واقع نیروهای نیابتی در سوریه هستش. با چنین شرایطی به نظر میرسه که آنچه که الان جمهوری اسلامی داره میگه، یعنی باید منتظر باشن تا عواقبش رو بسنجن، و همچنین عملیات که امروز اسرائیل در مناطق شمالی داشته، تقریبا 10 موضع حزب الله رو هم همزمان مورد حمله قرار داده، به نظر میرسه که شرایط موجود میتونه اتفاق جدید در روند جنگ فعلی در بین اسرائیل، غزه و حزب الله باشه. اردوان روز به همکارم اینجا در واشنگتن ممنونم از تو. خانم برادوست،
عملیات اسرائیل، اگر این هم واقعا کار اسرائیل باشه که شک و شبهه زیادی در موردش وجود نداره، در سوریه کم سابقه نیست علیه مواضع جمهوری اسلامی، بارها انجام داده، اما اینکه یک مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی دست کم در اطراف اون را هدف قرار بدن کمتر سابقه داشته. چقدر اینو میشه به شکلی اعلام جنگ خوند؟ اعلام جنگ بین، به نظر من حالا برگردم به این که اول اینکه آیا واقعا جمهوری اسلامی و اسرائیل اون جنگ در سایه یا جنگ سر که در مورد صحبت میکنن یا واقعا در جنگ سر هستن، من به نظرم در جنگ سر نیستم. بعد از کشته شدن فرماندهان سپاه و زدن پایگاه‌های سپاه در سوریه دیگه وارد جنگ گرم شدن، جنگ سری نیست. وقتی شما در جنگ گرم هستید و جمهوری اسلامی در مقابل تمام اون زدن‌هایی که اسرائیل انجام داده ساکت بود، راه رو باز کرده، درگیری هست دو تا کشور، ولی در خاک متفاوت، در خاک سوریه درگیر هستن، یعنی یه پراکسی نیستن، جنگ سرد نیست. این دفعه با بر حسب اون اطلاعاتی که در مورد اون فرمانده سپاهی که کشته شده ظاهری داریم، اینه که نه تنها به خاطر زدن ایلات، به نظر من موضوع زیاد مهمی نیست در مقابل زدن چه این فرماندهی که الان میبینیم که مقامش از قاسم سلیمانی بزرگتر بوده. پس اینها رو میخواستن بزنن و اینجا جمهوری اسلامی در یک موقعیت خیلی بدی قرار داره. اگر جواب نده، یعنی اینکه اسرائیل میتونه پا رو فراتر بذاره، حتی بتونه به خاک ایران هم حمله کنه و به پایگاه اتمی، نیروی اتمی، انرژی اتمی ایران حمله کنه. همین حمله هم الان به شکل دیفکتو میشه گفت حمله به خاک ایرانه دیگه. خاک ایران هست، ولی حالا در نظر بگیریم ایران میخواد چیکار کنه؟ به سازمان ملل شکایت کنه؟ خب اسرائیل به عنوان یه دولت اصلا قبول نداره. پس شما اصلا نمیتونی شکایت کنی. و از یه طرف شما از روز اول اعلام جنگ کردی. اگه اسرائیل بخواد حالا ببریم دادگاهی بین المللی، شما میگید خب به خاک من تجاوز شده، چون که سفاره و کنسولگری خاک اون کشوره. وقتی تجاوز شده بخوای شما به دادگاه هم بری، شواهد نشون میده جمهوری اسلامی از روز اولی که به قدرت رسیده اعلام جنگ کرده. پس این در حالت دفاع، شما وقتی اعلام جنگ کردید مقابل کشوری که میخوای نابودش کنی و دقیق شما رو، ساعت شما رو گذاشتی تو پایتخت کشورتون، خیلی طبیعیه که این کشور بخواد از دفاع از خودش شما رو بزنه. پس اینجا آپشن های جمهوری اسلامی خیلی محدوده بخواد جواب اسرائیل بده، و اسرائیل هم اینو میدونه. ولی به نظر من اکتوری که خیلی کم در موردش صحبت شده و برام خیلی جالبه، دارم تعقیب میکنم، روسیه هست. اینجا روسیه داره چیکار میکنه و چی رو داره میبینه؟ روسیه الان به یک نقطه رسیده که آمریکا در مخالفت با نتانیاهو موافق هستن، ولی روسیه اینجا به نظر من اون سکوت روسیه، درسته در آخرین حمله‌ای که شد، خب می‌دونیم به نزدیک فرودگاه حلب و اولین آمار بیش از 40 نفر کشته شدن، روسیه اعتراض کرد و گفت این سروری خاک سوریه رو اسرائیل زیر پا گذاشته، ولی عملاً وارد چنین دفاع کردنی از پایگاه‌های سپاه از ایران از سوریه نشده. خب می‌دونیم محافظت از هوای، از امنیت آسمان سوریه دست روسیه هست، و اینجاست که روسیه هم بعدش نمیاد که جمهوری اسلامی و اسرائیل تنش به جایی برسه که جمهوری اسلامی این جنگ رو شروع کنه، و خب منافعش دیگه آشکاره است که به نفع روسیه است که چنین جنگی در خاورمیانه به وجود میاد. حالا موضوع برنامه نیست، ولی پوتینی که وقتی اومد به سوریه، یکی از قول‌هایی که به نتانیاهو داده بود امنیت اسرائیل رو حفظ کنه. روابط پوتین، وقتی پوتین به قدرت رسید، کاملا سیاست روسیه رو نسبت به اسرائیل عوض کرد، به خاطر سابقه خب از بچگی با یک پیرمرد پیرزن اسرائیلی که در آپارتمانش بوده بزرگ شده، معلم آلمانیش خیلی یهودی بوده و خیلی علاقه داشته به یهودیان، و اون بیش از 1 میلیون یهودی که در اسرائیل رو به عنوان یهودی‌های روسی می‌بینه، بخواد از اونها استفاده کنه. اینها همه به جدا، ولی اینجا نقشی که بازی می‌کنه روسیه، با اینکه ایران تمام تخم مرغ‌هاشو در سبد روسیه گذاشته، اینجا برای من جالب‌تره. ولی در مورد اینکه الان چه آپشنی برای جمهوری اسلامی وجود داره، واقعا آپشن سخته. اگه حرکت نکنه و جوابی نده، اینجا نه تنها حالا ما در مورد وجه خارجیش میگیم، وجه داخلی بین فرماندهان سپاه دیگه داستان دیگر است. اگه فرمانده، اگه الان بگه زاهدی زیاد شخصیت مهمی نبود، بقیه فرماندهان سپاه چه ریاکشنی خواهند داشت که کسی که با چنین تجربه‌ای، با چنین سابقه‌ای بیاد اینجوری کشته بشه، بعدن کشورش بگه خب لولش یا مقامش انقدر بزرگ نبوده؟ اینجا در داخل ساختار خود سپاه هم دوچار مشکل خواهد شد. الان تهران گفته که پاسخ خواهد داد، چقدر به نظر شما رتوریک هست و فقط حرف، یا ممکنه در عمل به خصوص به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حزب الله ایران سعی بکنه که ضربه‌ای به اسرائیل بزنه؟ در مقابل گروه‌های نیابتی رو بخواد استفاده کنه، خب دیدیم پهبادو از عراق فرستاد به ایلات زد، از این حملات پهبادی میتونه استفاده کنه. ولی چون که اینجا ایران مد نظر نشه به نظامی‌ها، شما باید یک حمله انجام بدی به اسم خود ایران،
برای همین متفاوته، نمیتونه دیگه از حزب الله و از حشد شعبی و از کتایب حزب الله از بقیه گروه استفاده کنه. اینجا باید خودش مستقیما به عنوان ایران، به عنوان جمهوری اسلامی عملیات انجام بده، و اگر انجام بده اینجا دیگه اعلام جنگیه که خب میدونیم جنگی که گفتم در زمین متفاوت بین ایران و اسرائیل هست، گرچه ایران هر جوری خواسته خودشو از این جنگی که با اسرائیل داشته باشه دور نگه داره و از پراکسی ها استفاده کرده، ولی اینجا نمیتونه خودشو دور نگه داره. ولی تا باش این کاری نکنه، یعنی حتی از بلندی‌های جولان هم که حمله میشه همیشه از طرف حزب الله مستقر در سوریه، از هیچ موقع ندیدیم که نیروهای جمهوری اسلامی رسما حمله ای بکنه. دلیلش همینه، به خاطر اینکه همیشه جنگ در سوریه رو داشته، جنگ استفاده از پراکسی بخاطر این بوده که خودش درگیر نشد. اصلا سیاست دفاعی جمهوری اسلامی این بوده بعد از پایان جنگ ایران و عراق که هیچ وقت خودش مستقیما درگیر نشه و از پراکسی ها استفاده کنه، ولی الان دیگه جواب نمیده چون که خود حزب الله درگیره و اینکه به اسم جمهوری اسلامی باید یه حمله صورت بگیره، همونطوری که بعد از قاسم سلیمانی خب دیگه از پراکسی های عراقی استفاده نکرد، از خود جمهوری اسلامی برای حمله به پایگاه اسد در عراق استفاده کرد. اینجا باید منتظر بود، ولی آپشن های جمهوری اسلامی خیلی محدوده و اگه بخواد جنگو شروع کنه، خب میدونیم مردم ایران در مقابل صدام پشت جمهوری اسلامی ایستادن و دفاع از خاک ایران بود، ولی اینجا جنگ با اسرائیل متفاوته. اسرائیل نمیاد به خاک ایران تجاوز کنه چون میخواد یک قسمت از خاک ایران رو بگیره، و اینکه مردم هم نه اینکه در یک موقعیتی هستن که آشنا نیستن با سیاست های جمهوری اسلامی و برای اینکه جمهوری اسلامی از ایران محافظت کنه بخوام پشت جمهوری اسلامی وایسن، مردم الان بیشتر جمهوری اسلامی رو دشمن ایران و خاک ایران میدونن تا اسرائیل رو. برای همین هم هست اون جنگ 8 ساله‌ای که جمهوری اسلامی بخواد، خودش هم میدونه مطمئنن که دیگه قدم سیاست، یعنی سیاست رو دارن دنبال میکنن، مردم رو میشناسن، برای همین هم هست جامعه رو بیشتر محدود میکنن چون از جامعه اطلاع دارن جامعه در چه سطحیه، برای همین هم هست خودش وارد جنگی نمیکنه که بدون نه مردم پشتشن، در داخل نیروهاش ریزش وجود داره و ساختار سپاه پاسداران ساختاری که دچار فساد اقتصادی شده، مافیاهایی که در سپاه هستن اینجا به خاطر حس اون موقعیت و اون منافع خودشون هم که شده دوست ندارن درگیر جنگی بشن که بر حسب اون حصارهای اقتصادی یا تحریم‌های اقتصادی که ایران دچارش هست، هر جنگی منافع این کسایی که دور سفره انقلاب جمهوری اسلامی چیدن و دارن ازش استفاده میکنن، منافع اونا به خطر میفته. ممنونم از شما شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل از دانشگاه ویرجینیا تک. ممنون. ارتش اسرائیل حمله پهپادی از خاک عراق به بندر ایلات در جنوب اسرائیل رو تایید کرده. برخورد این پهپاد به ساختمانی در بندر ایلات موجب خساراتی شده اما زخمی نداشته. گروه شبه نظامی مقاومت اسلامی عراق وابسته به جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله رو پذیرفته و گفته به پایگاه ارتش اسرائیل حمله کرده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. چقدر مهم هست به نظرتون آقای ندیمی چنین حمله پهپادی؟ چون به یاد دارم به خصوص همون اوایل اکتبر که حماس حمله کرده بود به اسرائیل، تلاشای شده بود برای حمله به مواضعی در ایلات از جمله توسط حوثی‌ها اما خیلی موفق نبودن. این حمله به نظر میاد دست کم یک دستاوردهایی داشته از نقطه نظر نظامی. اما بله، همطور که اشاره کردین از اکتبر چندین مورد گروه های عراقی و همینطور روسی ها تلاش کردن که موشک و درون به سمت ایلات پرتاب بکنن. حتی در یکی دو مورد من فکر میکنم این درون های عراقی در مناطق باز به زمین خورد و حتی یکی دو ساختمان مدرسه رو خسارت خیلی جزئی وارد کرد، ولی این مورد کاملا به نظر من متفاوت هست از این نظر که به نظر میرسه با توجه به اطلاعات خیلی دقیق هدفگیری صورت گرفته و درون که این حمله رو انجام داده تونسته بالاخره با دقت به هدفش برسه و به اون برخورد بکنه. اسرائیل صحبت از خسارات جزئی کرده، ما با توجه به اینکه اون سالن سوله خیلی بزرگی که در پایگاه دریایی ایلات برقرار کار تعمیر و نگهداری زیردریایی های کلاس دلفین و دلفین دو اسرائیل رو انجام میده که ساخت آلمان هستن و بسیار اهمیت استراتژیک دارن برای اسرائیل به خاطر اینکه حامل موشک های کروز هاوی کلک‌های هسته‌ای هستند که این موشک‌ها دقیقاً پاسخ دوم اصلی اسرائیل به هر نوع حمله موشکی ایران به اسرائیل محسوب میشن. در نتیجه اهمیت بسیار زیادی داره این حمله و من فکر میکنم اسرائیل هم با توجه به اینکه به خاطر ماهیت این پایگاه و ماهیت این سالن مخصوص طبیعتاً به خاطر سیاست سانسور ارتش اسرائیل جزئیات بیشتری ما نخواهیم شنید از این مقدار خسارت وارد شده به این سالن
و آنچه که داخل اون بوده، ولی به نظر میرسی که اهمیت زیادی داشته. و حمله اسرائیل به پایگاه به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق حالا ممکنه تصادفی بوده باشه، ولی به نوعی شاید تسریع پیدا کرده تا نشون بدن که ما اگر شما به سطح تنش رو تا این حد میخواییم بالا ببرین که از داخل عراق یا سوریه این درون ها رو به هدفهای مهم استراتژیک اسرائیل میخواییم شریک بکنین، ما هم میتونیم از اطلاعاتی که داریم سریع استفاده بکنیم و افراد مهم شما رو و اهداف استراتژیک شما رو در داخل سوریه مورد حمله قرار بدیم. هرچند که البته نمیشه همطور که عرض کردم تصادفی بودن این دو حمله رو از نظر دور داشت، با توجه به اینکه افراد بسیار مهمی در این ساختمون بودن و اطلاعات دقیقی اسرائیل به نظر میرسه که داشته و همزمان حاضر بودن این افراد در یک ساختمون و به موقع حمله رو انجام دادن تا همه اونا حذف بشن، خیلی کار سختی هست از نظر اطلاعاتی و هماهنگ کردن عملیاتش. به هر حال خیلی عملیات دقیقی از طرف اسرائیل بوده، چه در پاسخ به حمله درونی به ایلات بوده باشه چه نباشه. از طرف دیگه این نکته نباید از در نظر دور داشت که گروه های مورد حمایت ایران در عراق در چند مورد موشک های کروز قدس رو هم به نمایش در آوردن که تهدید کردن اسرائیل رو به موشک های کروز هم میتونن حمله بدن. پس این احتمالا نمیشه از نظر دور داشت که بجز درون احتمالا ممکن این گروه ها از موشک های کروز استفاده کرده باشن در این حمله، که این هم از نظر اسرائیل یک تشدید بسیار قابل توجه محسوب خواهد شد. خودتون به حمله به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق هم اشاره کردید، آیا این رو در کانتکست همین بالا و پایین فراز و فرودهای تنش بین ایران و اسرائیل میشه دید، یا این یک فصل جدیدی میتونه باشه از تنش دو کشور؟ من فکر میکنم یک فصل جدیدی هستش، به خاطر اینکه اسرائیل داره نشون میده به ایران، این سیگنال به ایران میده که اگر شما این همه دارین به تلاشهای خودتون برای تقویت جبهه سوریه اضافه میکنین، این همه دارین به تلاشهای خودتون در تامین تسلیحاتی حزب الله لبنان ادامه میدین از مسیر سوریه، ما نه تنها مراقب این مسئله هستیم و تا جای ممکن جلوی اون رو میگیریم، بلکه سطح اقدامات خودمون رو به این شکل هم بالا میتونیم ببریم که به طور مستقیم اهداف سطح بالای حکومت اسلامی رو در داخل ساختمان‌های حکومت اسلامی، ساختمان‌های دیپلماتیک حکومت اسلامی که جزوی از خاک ایران محسوب میشه هم از حملات ما در امان نخواهند بود. و ما میبینیم که چقدر دقیق این ساختمان کنسولگری طوری نابود شده که به سفارت ایران که درست دیوار به دیوار اون هستش، غیر از اینکه چند شیشه اش شکسته بشه هیچ صدمی بهش وارد نشده. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. ارتش اسرائیل اعلام کرده فعالیت عملیاتیش رو بعد از دو هفته در بیمارستان شفا به پایان رسونده و نیروهاش بیمارستان رو ترک کردن. ارتش اسرائیل که جنگجویان حماس رو به مخفی شدن در بیمارستان ها متهم میکنه، حدود دو هفته پیش عملیاتی رو در محدوده بیمارستان شفا و با هدف پاکسازی شبه نظامیان حماس از این مجتمع بیمارستانی شروع کرد. پیش از این ارتش اسرائیل گفته بود حدود 200 شبه نظامی در درگیری در منطقه بیمارستان شفا و اطرافش کشته شدند. حماس فعالیت نظامیش رو در این بیمارستان و سایر مراکز بهداشتی رد میکنه. در بیانیه حماس آمده ارتش اسرائیل بعد از آتش زدن ساختمان‌های مجتمع و از کار انداختن کاملش از شفا خارج شد. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو با مساق سبتی، چه شد که اسرائیل دست به چنین کاری زد، یعنی یورش به بیمارستان شفا، و چرا الان ازش خارج شدن؟ با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان. خب این موضوع از دو سه هفته پیش شروع شد وقتی که اسرائیل دید و تشخیص داد که بعضی از خرابکارهای حماس، بسیاری از خرابکارهای حماس میبینن که میتونن برگردن به اون مناطقی که براشون یک جور پناهگاه بوده و از تونل هایی که در زیر اون بیمارستان بود مثلا و حتی در بیمارستان های دیگه دوباره به اونجا برگشتن. چون معمولا ما توجه میکنیم در این جنگ و در خیلی موارد دیگه که خرابکارها و کسایی که در این مسائل تروریستی دست دارن معمولا یک شیوه دارن، یک پناهگاه دارن، یک طرز کار دارن و زیاد تاکتیکاشون رو
تغییر نمیدن. برای همین هم دور از انتظار نبود و همینطور ارتش اسرائیل دید که واقعا این خرابکارها برای استفاده بیشتر از این بیمارستان و همینطور بیمارستانهای دیگه برگشتن دوباره به اون قسمت، چون خب هزینه هایی کردن در اونجا، زیرساخت هایی دارن در اونجا و میخوان دوباره استفاده کنن و با یک حقه اطلاعاتی نیروهای اسرائیل اجازه دادن که اونها اول وارد بشن. صدها نفر از اونها وارد بیمارستان شدن، در اونجا اقامت داشتن و نیروهای اسرائیلی یورش میبرن و تعداد بسیاری رو اسیر میکنن و از اونها الان تحقیق میکنن و به یافته های اطلاعاتی دیگه میرسن و عده بسیاری دیگر رو هم از بین میبرن. این یک مسئله هست که واقعا میشه گفت یک ضربه هم اطلاعاتی و هم تاکتیکی شدید به حماس و جهاد اسلامی همینطور بوده. بسیاری از اونها که اسیر شدن اطلاعات بهتر و بیشتری میدن در مورد اون بافت و اون باقی مونده خرابکارها و بافت تونل ها و مسائل دیگه و همینطور در مورد مسائل گروگانکار که البته در مورد این اسرائیل زیاد صحبتی نمی کنه. ولی چیزی که هست این رو نشون میده که تروریست ها دستشون این الان دست پایین هست و اسرائیل دست بالا داره در این موضوع و با همین روش ها پیش میره. البته قدم به قدم خیلی محتاطانه، دیگه اون یورش بزرگ قبلی وجود نداره، خیلی قسمت های از ارتش بیرون اومدن از غزه، ولی در موارد تاکتیکی خیلی ماهرانه و با حیله های مخصوص این موضوع رو پیش میبره. ممنونم از شما. بن صفتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در روز 13 فروردین، ورودی بسیاری از پارک‌ها و مراکز تفریحی در شهرهای مختلف ایران بسته بوده. همینطور حسن غریب، دادستان قم، به همراه نیروهای بسیجی و فرمانده سپاه قم برای جلوگیری از ورود شهروندان به پارک‌ها در بوستان‌های این شهر حاضر شدند. تصاویر دیگری هم نشون میده که در این روز گروهی از افراد در خیابان‌ها، پارک‌ها و اماکن عمومی برنامه‌های عزاداری برگزار کردند. خبرگزاری‌های دولتی هم با انتشار تصاویری از پارک‌های خالی اون رو حفظ حرمت سالروز امام اول شیعیان و ماه رمضان توسط شهروندان عنوان کردن، در حالی که بر سر بسیاری از این پارک‌ها بیلبوردهای تعطیل نصب شده. با این حال میلیون‌ها ایرانی بی‌تفاوت به محدودیت‌های حکومتی جشن پایان نوروز رو طبق سنت آیین پایان جشن نوروزی به جا آوردن و 13شون رو در طبیعت به در کردن. سلام، اینجا اردبیل، گردنه حیران و مردم ولایت مدار که دعوت امام جمعه شیراز و لبش گفتند و از خونهشون اصلا بیرون نیومدن و 13شون رو اصلا به در نکردن به خیال این که پدرشون فوت شده و عزادارن. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا با مساق میلانی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بالاخره 13 به در یکی از اون سنت‌های بسیار تاریخی ایرانیان هستش که تقریبا همه خانواده‌های ایرانی اون رو به جا میارن. چرا به نظرتون حکومت اینقدر به دشمنی با اون برخی رو آورده، در حالی که به نظر میاد که میشد حتی اونایی که اعتقادات مذهبی دارن عزاداریشون رو بکنن و به مراسم 13 به در هم برن؟ من فهم میکنم این رژیم جزم عظیمی داره در جهلش و در عنادش با هر چیزی که به ایران و ایران باستان تعلق داره. از زمانی که عرب به ایران حمله کردن این عناد رو میشه دید. واقعا نبردی 1300 سال است. از روزی که رژیم سر قدرت اومده تمام تلاششون رو کردن صراحتاً با اینکه هر چیزی که از ایران هست، از ایران باستان هست، از ایران غیر اسلامی هست نابود کنند. نوروز رو بگیرید، چهارشنبه سوری رو بگیرید و 13 به در رو که آخرین مصداقش است و شگفت‌انگیزه. از روز اولی که این رژیم اومدن سعی کردن تخت جمشید رو داغون کنند. یاد اون نره خلخالی چه عنادی با تخت جمشید داشت. اگر ملت ایران نبودند، اگر روستایان اطراف تخت جمشید نبودند، چه بسا که خلخالی همون کاری رو تخت جمشید میکرد که داعش کرد با برخی بنیادهای تاریخی که در مناطق تحت نفوذشون بودند، همون کاری رو که طالبان با بناهای تاریخی غیر اسلامی کردند. ملت مقاومت کردند و واقعا به عنوان من همونطوری که در سوال شما مستطره، جزم اینا در این جهل و این عنادی که با ایران دارن شگفت انگیزه.
در این حال علی‌رغم همین انعادی که به قول شما وجود داره با بسیاری از سنت‌های ایرانی، به نظر میاد، حالا من آمار و ارقام دقیقی ندارم، اما از همان چیزی که در شبکه‌های اجتماعی میشه دید که بسیاری از ایرانی اتفاقا به سنت‌های ملی و رویکرد ملی گرایانه اقبال بیشتری دارن، به خصوص در این سال‌های اخیر نشون میدن. چقدر این فکر می‌کنید که اصلا میتونه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشه، ملی گرایی در مقابل حکومت اسلامی؟ من فکر می‌کنم حتما ملی گرایی یک پاشنه آشیل گنده جمهوری اسلامی هست، و این واقعیت که به لحاظ نفرت مردم از این رژیم، هر چیزی که رژیم باش عناد داره مردم بهش رو میکنن. حالا نوروز یه پدیده 2000-3000 ساله در تاریخ ایرانه، و اینا میگم 1300 سال باش مخالفت کردن، تخت جمشید باش مخالفت کردن، و میزان بی همتی ایران در این رژیم در پاسداری از میراث ایران واقعا شگفت انگیز. من همین چند روز پیش یک گزارشی میدیدم میخوندم از بلایی که بر سر یکی از چهار لوح بزرگی که در تخت جمشید کشف شد، هرتزفلد، گروه هرتزفلد کشفش کرد و اینها رو به موزه آوردن، و یکی از اینها رو همین چند سال اخیر رئیس موزه ایران باستانی که در دوران جمهوری اسلامی بر این کار گمارده شد، لوح طلا رو، لوح طلایی که 2500 سال پیش در تخت جمشید بود، آب کرد و فروخت و باش یک پیکان خرید. میزان بی‌همتی اینها، میزان عناد اینها، میزان جهل اینها، این یکی از واقعا چهار سند مهم تاریخ ایرانه و گم شده برای اینکه این مردک اون رو آب کرده فروخته. مثال های شبیه به این با عناد، در عناد این رژیم با ایران و ایرانیت، با هر آنچه که اسلام نیست، هر آنچه که عرب نیست، واقعا ابعاد شگفت‌انگیزی داره. مردم ایران هم با هوش عظیمشون میدونن اگر کافیست برن سر تخت جمشید، برن بازدید کاخهای سلطنتی، برن کوروش رو قدر بشناسن و مخالفتشون رو با این رژیم میتونن به شکل‌های عظیم موفقیت‌آمیز نشون بدن، و دقیقاً پاشنه آشیل رژیم همینه. و در بخش از ایرانیان هم می‌بینیم که اتفاقاً به نظر میاد همین فشارهای حکومت باعث شده که بسیاری با صدای رسایی نسبتاً نشانه‌های دین ستیزی هم از خودشون بروز بدن. اینطور نیست؟ یعنی در بسیاری از کشورهای سکولار که الزاماً دین دغدغه‌ای نیست، خیلی مراسم دینی برگزار میشه، کسی هم خیلی شاید دغدغه‌اش رو نداشته باشه، ولی در بین بعضی از ایرانیان می‌بینیم که این عناد با حکومت تبدیل به دین ستیزی هم شده. حتماً، هم در برخی دین ستیزی، در برخی زیاد دین گریزی، در یک اکثریت عظیمی مخالفت عظیم سازمان یافته با دخالت دین در دولت ایران. به گمان من بر اساس تمام آماری که ما داریم، چه آمارهایی که گمان تهیه کرده، چه آمارهایی که در خود رژیم هست، جامعه امروز ایران از هر زمان دیگری عرفی تره، از هر زمان دیگری خواستار جدایی دین و دولت، از هر زمان دیگری به تکثر مذهب در ایران باور داره، از هر زمان دیگری خزعبلاتی که این رژیم در مورد بهائیان میگه، در مورد یهودیان میگه، در مورد مسیحیان میگه، در مورد زرتشتیان میگه، بر نمیتابند. و این شاید تنها کمکی است که این رژیم به تاریخ ایران کرده، یعنی با جهلش و با این خزعبلاتی که در مورد دین میگه و در مورد ادیان دیگه میگه، مردم ایران رو به یک تساهلی رسونده و به این باور رسونده که برای نجات ایران دین رو باید از دولت جدا کرد و دست روحانیت رو از قدرت برید. ممنونم از شما. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا. شهروندانی هم با ارسال ویدئویی از بسته شدن ورودی کوه صفه در اصفهان و نقاط دیگر ایران در همین روز خبر دادند. 13 به در شد و دوباره گشت خودروهای حکومتی برای گیر دادن به مردم. شهر گرگان. بسته شدن مسیر ورودی به کوه صفه حساب. 12 فروردین ماه.
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نگار از فرانکفورت با ماست. آقای سرکوهی، به نظر شما چرا اینقدر علارغم اینکه میدونن مردم الان بسیار حساس هستن، علارغم اینکه میدونن سنت‌های اینچنینی مثل سیسته به در اینقدر ریشه دوانده در فرهنگ ایرانی، به خصومت با اون اقدام میکنن؟ من سلام میکنم به شما و بینندگان شما. ببینین، اونی که ما امسال حالا به دلیل اینکه ماه رمضان که در او به اصطلاح غذا خوردن ممنوع هست در روز و در سیزده بدر، خب مردم میان در پارک ها و کوه ها و اینا غذا میخورن و بعدم با به اصطلاح امام اول شیعیان مصادف شد که باید غمگی بود، اما نوروز و سیزده بدر و اصولا تمام این آیین هایی که از چهارشنبه سوری شروع میشه شادمانی و شادی هستش، این با هم تقابل پیدا کرده. اما این تقابل در واقع نشان دهنده یک چالش های عمیق‌تری در جامعه ما هست. این خود یک چالش بزرگ سیاسی هستش، چالش بین حکومت مردم هست، تقابل یا تضاد بین حکومت و اکثریت مردم هست که جلوه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داره. دوم، مقاومت مردم هست در برابر حکومت و من در سیاسی هم اون فرهنگی که حکومت میخواسته تو این 40 ساله در این به صورت چاقوعدی تحمیل بکنه و این حکومتی که به اکثریت مردم اعلام جنگ داده. و از طرف دیگه ما یه چالش های بسیار عمیق تاریخی داریم بین به اصطلاح فرهنگ ملی و مؤلفه های ملی و تاریخی ما و فرهنگ دینی که اینها گاهی با هم دیگه به اصطلاح در تضاد و تقابل بودن و گاهی به این شدت پیدا میکرده، گاهی کم رنگ میشده. و از طرف دیگه رژیم جمهوری اسلامی سعی کرده که در این به خصوص در این دهه‌های اخیر یک مراسمی رو ابداع بکنه یا تغییر شکل بده، مراسم دینی و مثلا همین راهپیمایی اربعین اینا که سوابق چندانی حتی در خود فرهنگ دینی هم نداشته و بعد مقابله با فرهنگ ملی از همون آغاز شروع کردن اینا. من یادم عباس در همون اوایل انقلاب اینا میخواستن به اصطلاح تعطیلات نوروز رو به دو روز محدود بکنن، نتونستن. یا مثلا میدونیم با چهارشنبه سوری همیشه مخالفت کردن با سیزده بدر ما شادمانی و در واقع اینا شکست خوردن در تحمیل فرهنگ خودشون به مردم. بعد مردم مقابله کردن، از فرهنگ ملی خودشون دفاع کردن. بعد هرچی که حکومت بگه این مردم با او اکثریت باش مخالفت و حکومت حالا مجبور می شود که به خشونت متولد بشه. اول سعی می کرد با گفتمان و سرکوب و سانسور و اینا، اما خب وقتی اکثریت مردم در برابر حکومت مقابله می کنند طبیعتا به خشونت متوسل می شه و این نشانه شکست به حکومت در تحمیل فرهنگ خودش به مردم. این تقابلی رو که به نظر می اندازه زیادی خود حکومت ایجاد کرده، چقدر به نظر تو میتونه خطرناک باشه؟ تقابل بخشی از فرهنگ با بخش دیگری از فرهنگ، حتی اگر در فردا ایران جمهوری اسلامی نباشه. ببینید، تقابل بین عناصری از فرهنگ ملی و تاریخی و مؤلفه های تاریخی با فرهنگ دینی ریشه دار هست. شما میدونید بسیاری از این خلفا که حکومت ها و خلفا نوروز ممنوع کرده بودن یا مالیات اضافه میگرفتن، یک سابقه بزرگ تاریخی ما در این زمینه داریم. اما برخی از مؤلفه های تاریخی و برخی از عناصر فرهنگ ملی به پایدار موندن، مردم اونا رو حفظ کردن، برخی هم تغییر شکل دادن، خودشون رو با مذهب عجین کردن، با فرهنگ دینی عجین کردن، مثلا سوگ سیاوشان که به مراسم عزاداری حسین بدل شده یا تغییر پیدا کرده. اما برخی به همون شکل موندن و اینا اتفاقا اونهایی هستن که با طبیعت، با روانشناسی انسان، با نیازهای آدمی همگن هستند. یعنی نوروز اول بهار هست، مردم به شادی نیاز دارن، سیده بدرن جلو غیر. حالا این وقتی که جمهوری اسلامی میاد اینها رو هدف قرار میده، خب طبیعتا که شکست میخوره. ببینید، این در طول همه این تاریخ هزار چند صد ساله، همه این سعی که مثلا نوروز از بین برن، سیزده بدر از بین برن، چهارشنبه سوری از بین برن، شاهنامه رو حذف بکنن، نمیدونم مناصر ملی رو حذف بکنن، شکست خورده، مردم اینا رو حفظ کردن و خب طبیعتا که جمهوری اسلامی در این تلاش خودش شکست میخوره. حالا این تقابل در حال با توجه به اینکه ما حالا یک حکومت دینی هم داریم و مردم دینگوری شدن، نقد دین در ایران حالا بسیار فضا براش آماده شده. یک زمان اگر کسی نقد دین میکرد میکشتنش، مردم هم بی‌تفاوت بودن، مثل قتل کسی. اما الان نقد دین به اصطلاح بسیار مطرح شده و در میان جامعه پذیرش شده، کتاب ها خونده میشه، بخشی از مردم دینگوری شدن، حتی جلبه های دین ستیزی ما میبینیم و غیر و غیر. در واقع هر چقدر که جمهوری اسلامی بر این تبل این چالش و تقابل بکوبه، خودش رو بیشتر ضعیف میکنه و اون فرهنگ دینی مسلط رو، اون فرهنگ دینی تخمیلی رو هم ضعیف میکنه. و به خصوص توجه کنیم که جامعه ایرانی الان تمامی به اصطلاح شواهد و آمار و تحلیل جامعه شناسی حکومتی و غیر
حکومتی خارجی و داخلی یک چیز رو نشون میده. جامعه ایرانی الان بیش از هر زمان دیگه در تاریخ خودش، حتی بیش از شهریور 2032 آماده یک جامعه سکولار، جدایی دین از حکومت و روندن آخوندها و دین به حوزه خصوصی است. و این در مثلا یک دستاورد بزرگی است که مردم ایران در طول تاریخ خودشون به دست آوردن از مشروطه به حوزه تا حالا، و این ما در همه جلوه ها میبینیم. ممنونم از شما فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت. همزمان با 13 فروردین 10 نفر از شهروندان در اعتراض به پروژه شهرداری تهران برای ساخت مسجد در پارک قیطریه در این پارک گرد هم اومدن. این تجمع برای حفظ ارزش‌های طبیعی و در اعتراض به اصرار شهرداری پایتخت برای ساخت مسجد در پارک قیطریه انجام شده. بارها فعالان محیط زیست به این اقدام اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این تجمع اعتراضی با وجود استقرار نیروهای امنیتی برگزار شد. امروز 13/1/1403 مامورا دور تا دور پارک قیطریه محاصره کردن موتورهای گامیژه، بنای معروف سفیدمون. مردم از صبح به خاطر قطع درختای پارک قیطریه زنجیره انسانی تشکیل دادن. مامورا هم که دور تا دور پارک قیطریه رو گرفتن. البته پارک قیطریه باز مردان از 13 به در خودشون رو سپری میکنن، ولی خب حضور مامورا رو میبینید. در انتخابات محلی روز یکشنبه در ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شکست سنگینی را متحمل شد. انتخابات شهرداری‌ها قدرت اپوزیسیون را بیشتر و جایگاه اکرم امام‌اغلو از حزب جمهوری‌خواه خلق را به عنوان رقیب اصلی اردوغان تقویت کرد. اکرم امام‌اغلو در استانبول پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه با اختلاف 10% از رقیبش پیش افتاد و بار دیگه شهردار استانبول شد. حزب مردم جمهوری‌خواه شهرداری آنکارا و 15 شهر دیگر را هم به دست آورد. انتخابات روز یکشنبه بزرگترین شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه در بیش از 2 دهه حکومت به شمار میره و میتونه نشانه تغییر در عرصه سیاسی کشور باشه. تحلیلگران میگن عملکرد ضعیف اردوغان و حزبش، تورم بالا، نارضایتی رای دهندگان اسلامگرا از اردوغان و در استانبول هم محبوبیت امام‌اغلو در میان رای دهندگان فراتر از پایگاه حزبی او بوده. امام‌اغلو در جمع هزاران هوادار شادمان که برخی خواستار استعفای اردوغان بودند گفت دوره حکومت تک نفره به پایان رسیده. امیر برر، تعلیمات برر، بیر کیشی دیگه نه یک فرد بلکه خود ملتی که فرمان روایی میکنه و دستورات رو صادر میکنه. مقامات باید از ملت فرمان ببرن. از امروز به بعد دوران حکومت تک نفره به سر آمده. این پایان راهه. جمهوری و دموکراسی از امروز به بعد با تمام قوا به پیش حرکت میکنه. همکارم فرزی ثابتی از آنکارای ترکیه با ماست. برای نزدیک 2 دهه حزب آقای اردوغان بدون چالش چندانی زمامداری حکومت رو در ترکیه به دست داشته. حالا این شکست سنگینی هست، چه معنایی داره هم برای او هم برای حزب عدالت و توسعه؟ خب همونطور که گفتی، بعد از اینکه در سال 2002 حزب عدالت و توسعه به روی کار اومده تا الان شکستی رو تجربه نکرده بود و الان اولین شکست رو وقتی که اردوغان دیروز در بالکن حزب عدالت و توسعه سخنرانی کرد، اولین سخنرانی او در بالکن بودش که پیروز این انتخابات نبود و او هم این رو پذیرفت و اعلام کردش که نتیجه این انتخابات مطلوب و مورد دلخواه او نبوده و این موضوع رو در حزب خودش، در شاخه های استانی حزب خودش بررسی خواهد کرد. خب معنای این رأیی که مردم دادن شاید از جنبه های مختلف بشه بهش پرداخت. یکی این که از این لحاظ که موضوع مسائل اقتصادی که در انتخابات بهار گذشته چندان در رأی مردم منعکس نشده بود، توی این 10 ماه گذشته وقتی که مردم با تغییر کابینه و تغییر تیم اقتصادی تغییری در وضعیت معیشتی خودشون و وضعیت اقتصادی ندیدن، به نوعی بر اساس صحبت که تحلیلگران و روزنامه‌نگاران در ترکیه دارن، یک رأی واکنشی نشون دادن و اعتراض خودشون رو در صندوق نشون دادن. این مسئله‌ای هست که خود اردوغان هم در صحبت‌های دیشب خودش بهش پرداخت و گفتش که مردم از طریق صندوق هستش که صدای خودشون رو به حکمران‌ها میرسونن و ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. اما از طرف دیگه حزب جمهوری خلق بعد از سال 1977، یعنی بعد از 47 سال، تونسته که
حزبی باشه که رأی اولی هستش در ترکیه و با 37.77% آرا در کل ترکیه حزب برتر شده، در کنار اینکه تونسته 14 کلان شهر رو در اختیار داشته باشه و بتونه در میان 21 شهری که اردوغان و حزب عدالت و توسعه باخته 16 شهر رو از این حزب بگیره و بر مسند قدرت بشینه. این مسئله هستش که بسیار مهم هستش، در کنار اینکه باید از این لحاظ نگاه بکنیم که حزب جمهوری خلق بعد از شکستی که در انتخابات گذشته داشتش تغییر رو پذیرفت و دبیر کل حزب رو قریشدار اوغلو رو کنار گذاشت و ازگور ازل دبیر کل جدید حزب شد، این تغییر پذیرفته شد و به نظر خیلی ها رأی های خاموش حزب جمهوری خلق هم به پای صندوق رأی اومدن و در این انتخابات نقش داشتن. اما مسئله دیگری که شاید کمی از چشم ها دور میمونه موضوع رأی های حزب دوباره رفاه هستش. ما نباید فراموش بکنیم که حزب دوباره رفاه حزبی هستش که به نوعی اسلامگرایان رادیکال رو در ترکیه نمایندگی میکنه، حزبی هستش که پسر اربکان پدر معنوی اسلامگرایان ترکیه اون رو در سال 2018 تأسیس کرده و حالا وقتی که برای اولین بار به طور مستقل در انتخابات شرکت میکنه 6% آرای کل ترکیه رو در اختیار میگیره. اگر ما اینو در نظر بگیریم که آرای حزب دوباره رفاه در صندوق پیشتر در صندوق حزب عدالت و توسعه بود و الان هم اگر این اتفاق میافتاد باز حزب عدالت و توسعه حزبی بودش که برنده شده بود، اون چه که بسیاری از تحلیلگران و حتی در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته میشه این هستش که حزب عدالت و توسعه به حزب دوباره رفاه و به اسلامگرایان رادیکال هستش که در واقع باخته و این مسئله هستش که خب به هر حال آینده ترکیه رو بهش سمت و سوی مشخصی خواهد داد، مخصوصا از این لحاظ که دیگه اردوغان در زمینه تغییر قانون اساسی چندان اعتماد به نفس نخواهد داشت که به رفراندوم بره و از رأی مردم برای تغییر قانون اساسی به نفع مسائلی که میخواد پیش بره. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا ممنونم. رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشته ایران پیش از حمله مسلحانه مسکو به روسیه در مورد احتمال اجرای یک عملیات تروریستی بزرگ در خاک این کشور هشدار داده بود. سخنگوی کرملین اما اعلام کرده که در مورد هشدار تهران به مسکو در مورد عملیات تروریستی در روسیه هیچ اطلاعی نداره. رویترز در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه نوشته تهران احتمال وقوع یک حمله تروریستی در روسیه رو در بازجویی از دستگیر شدگان در ارتباط با بمب‌گذاری‌های اخیر در ایران به دست آورده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود 35 نفر رو در ارتباط با دو بمب‌گذاری دیماه پارسال در شهر کرمان که نزدیک به 100 کشته به جا گذاشت دستگیر کرده. در مرگبارترین حمله 20 سال اخیر در روسیه افراد مسلح به تالار شهر کروکوس در نزدیکی پایتخت روسیه حمله و به سوی شرکت کنندگان در کنسرت تیراندازی کردند. این عملیات مسلحانه که داعش مسئولیتش رو به عهده گرفت دست کم 144 کشته و تعداد زیادی مجروح به جا گذاشت. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با مساقه طالبی پیشترم گفته شده بود آمریکایی‌ها هم اطلاعات مشابهی در اختیار روس‌ها قرار داده بودند. حتی در مورد اون عملیات تهران هم واشنگتن مدعی بود که اطلاعاتی رو حتی در اختیار تهران قرار داده که اونها اقدام نکردن. چه است به نظرتون که چه در تهران چه در مسکو جدی نگرفتن این هشدارها رو؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب امروز خبرگزاری ریا هم تلویحاً اعلام کرده بود که مسکو این پیغام رو دریافت کرده، این در حالی که پسکوف میگفت که من از این مسئله خبر ندارم. علاوه بر این ریا تلویحاً از سوی یک مقام ایرانی اعلام کرده بود که این خبری که به نوعی توسط ایران به روسیه اطلاع و هشدار داده شده خبر صحیحی نبوده و بیشتر متهم کرده بود خبرگزاری رویتر که سردبیر سابقش رو که دفترش در تهران بسته شده این خبر از لحاظ تهران کذب بوده و روسیه هم این رو قبول نکرده. علارغم این مسائل که به نوعی روس‌ها تلویحاً تلاش دارن که قبول نکنن این مسائل رو، علارغم گزارش و اخبار ایالات متحده در سال گذشته و حتی قبل از این مسئله، روسیه اعلام میکنه که خب این اخبار به ما رسیده ولیکن چون هدف مشخص نبوده زیاد جدی گرفته نشده و بیشتر بر اساس تئوری توته مد نظر قرار دارن که خب غرب مطلع از این مسئله بوده و در صدد گمراهی بوده. اما اگر نگاه بکنیم
به اون پتانسیلی که در روسیه وجود داشته قبل از تشکیل حتی داعش خراسان در 2015، ما عملیات‌های گسترده‌ای رو در روسیه در راستای روند امارات قفقاز از 2009 گرفته تا 2010 در لوبیانکا رو داشتیم که بعد از اون حتی در 2017 ما شاهد حمله انتحاری در سنت پیترزبورگ توسط یک شهروند قرقیزستان بوده. روسیه جدای از این مسائل، ما میدونیم که در 2004 در مورد حمله انتحاری به مسکو وقتی الکساندر لیتوننکو این مسئله رو بعدم فاش کرد که FSB از این مسئله خبردار بوده و حتی بنوی در این مسئله دست داشته که به صورت مشخص لیتوننکو ترور شد. اما آنچه که معلوم هست بعد از این حملاتی که به شدت در روسیه توسط گروه‌های اسلامی و به ویژه با پتانسیل ویژه‌ای که روسیه در قفقاز داره و 1.5 میلیون نفر تاجیک داره، گزارشات سازمان اطلاعات عراق در مورد حملات و همچنین سازمان استخبارات پاکستان هم نادیده گرفته شده. خب پاکستان در این مسئله هشدار داده بود که 90% سران داعش خراسان به طور متناوب از قرقیزها، تاجیکها و ازبکها انتخاب میشه و پشتونها به طور کلی کنار زده شده و حتی ثناءالله قفاری به نوعی ارتباطاتی که با آقای خلوزی، کسی که در 2022 اموالش توسط ترکیه هم بلوکه شد، تدارکات لازم رو بر این داشتن که با استفاده از پتانسیل فقر تاجیکستانی ها که به نوعی هر تاجیک مجبور 420 دلار برای ویزای کار بده و این رو نمیتونن به دست بیارن، میرن ترکیه، ورود و خروج میزنن و بیشتر اونها از طریق همین آقای خلوزی وارد سوریه میشدن و تعلیم میدیدن و به روسیه برمیگشتن. همه اینها رو سازمان استخبارات روسیه مطلع بوده، ولی تلاش روسیه به نوعی این بوده که این اتهامات و این حملات رو به نوعی به غرب و به اوکراین مرتبط بکنه که حتی دستور دستگیری و استرداد واسیلی مالیوک رو هم از اوکراین رو داده بود و تلاش میکنه که با ندیدن این مسائل و رد تمامی این مسائل به نوعی ابراز بکنه که تمامی عملیات های انتحاری داعش و حتی دستبندی اینها و گروه بندی اینها در تاجیکستان که بزرگترین پایگاه روسیه هم در اونجا قرار داره توسط غرب انجام میشه. ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. در پی تایید حکم قصاص ضارب مهران سماک از کشته شدگان 1401، فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران حکم صادر شده در این پرونده رو موجب تضعیف پلیس خونده. پیش از این شعبه یک دادگاه نظامی قزوین به عنوان شعبه همعرض برای سومین بار حکم قصاص رو تایید کرده بود. مهران سماک 8 آذر ماه سال 1401 در جریان اعتراضات بعد از باخت تیم ملی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا با شلیک گلوله مستقیم جعفر جوانمردی فرمانده انتظامی بندر انزلی کشته شد. به رغم 3 بار تایید حکم قصاص قاتل این معترض، خبرگزاری فارس میگه با پیگیری خبرگزاری مشخص شده که این حکم قطعی نیست و با ادعای نقص‌های متعدد قرار دوباره بررسی بشه. این خبرگزاری مدعیه با توجه به اعتراضات خیابانی در اون زمان این حادثه سختگیرانه، این حکم سختگیرانه صادر شده. معین خزائلی، حقوقدان از مالمو سوئد با ماستاق خزائلی، چه به نظرتون میتونه متوجه سرنوشت این پرونده باشه با توجه به آن چیزی که خبرگزاری فارس داره ادعا میکنه؟ درود بر شما و بینندگان گرامیتون. خب مشخصاً اون چه که خبرگزاری فارس داره ادعا میکنه در مورد قطعی نبودن حکم، البته از منظر حقوقی درست هست. ما میدونیم که بر اساس قوانین فعلی در ایران احکام مربوط به قصاص باید به تایید دیوان عالی کشور برسه و خب این حکم هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده. در نتیجه مشخص هست که خب همچنان غیر قطعی است و هنوز تا مرحله اجرایی شدن فاصله داره. اما آنچه که خبرگزاری فارس در موردش صحبت میکنه مبنی بر وجود یک حکم سختگیرانه اساساً از منظر حقوقی بی‌معنی است. ما در قوانین چیزی به عنوان حکم سختگیرانه نداریم. اونچه که مشخص هست در پرونده قتل مهران سماک این هست که فرمانده سابق انتظامی بندر انزلی به صورت آمدانه و بدون رعایت قوانین مربوط به کارگیری سلاح مستقیماً به سوی خودروی مهران سماک، آن هم با نشانگیری سر مهران سماک، تیراندازی کرده با اسلحه‌ای که خب مشخصاً از اون فاصله نزدیک کشنده است. خب آنچه که اتفاق افتاده قتل عمد هست و بر اساس قوانین موضوع در ایران، قانون کیفری و همچنین قانون رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح،
اون چه که اتفاق افتاده مصداق بارز قتل عمد محسوب میشه و خب مجازاتی هم که براش وجود داره مجازات قصاص هست. اما هشدار در حقیقت خبرگزاری فارس که یک رسانه امنیتی هست دو گروه داره. یک گروهش در حقیقت دیوان عالی کشور و قضات دیوان عالی کشور هستند که داره به اونها هشدار میده که باید این بار هم در حقیقت این حکم رو رد بکنید، چرا که اگر این کار انجام نشه در حقیقت تضعیف پلیس هست. و گروه دومش در حقیقت حامیان نظام جمهوری اسلامی و خود ماموران و فرماندهان امنیتی است که داره به اونها دلگرمی میده که خیالتون راحت باشه، این حکم هرگز اجرا نخواهد شد و با خیال راحت شما برید و به سرکوب و جنایت خودتون ادامه بدید. اما اونچه که پیش بینی میشه از نظر حقوقی دست کم در شرایط فعلی اتفاق بیفته دو راه مشخص داره. یکیش این هست که یا دیوان اقدام بکنه به پذیرش رأی اصراری که صادر شده با توجه به اینکه هر سه مرجع یک رأی مشخص دادن برخلاف نظر دیوان و هیئت عمومی کیفری دیوان اقدام بکنه به صدور یک رأی که خب به نظر میرسه بیاد و قتل عمد رو نادیده بگیره، یا اینکه پرونده دوباره به یک مرجع دیگر یعنی یک شعبه هم ارزی ارسال بشه که به نظر میرسه که به تهران بیاد، یعنی همون چیزی که در همون ابتدای کار هم فرمانده نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی هدفشون هم همین بود که پرونده به تهران برسه که بتونن اونطور که میخوان نفوذ بکنن و رأی رو به نفع در حقیقت دستگاه امنیتی و نیروی انتظامی برگردونن. ممنونم از شما. معین خزائلی حقوقدان از مالمو سوئد با ما. سازمان دیدبان حقوق بشر میگه سرکوب نظامند بهائیان ایران، محرومیت تعمدی از حقوق بنیادین توسط جمهوری اسلامی در حیطه جنایت علیه بشریت. این سازمان در تازه ترین گزارشش با عنوان چکمه روی گردنم جنایت مقامات جمهوری اسلامی رو در آزار و اذیت بهائیان ایران روز دوشنبه به بررسی اسناد جمع‌آوری شده در طول سالها پرداخته. این سازمان تاکید داره که برای تدوین این گزارش پژوهشگران ده ها مورد از مکاتبات دولتی با بهائیان، مقررات حکومتی و اسناد دادگاه ها رو بررسی کردند. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند، تاکید شده که بعد از انقلاب تبعیض و آزار اونها به یک سیاست رسمی و سیستماتیک بدل شده. روح الله خمینی بهائی ها رو طبق یک فتوا کافر میدونست و علی خامنه‌ای هم بر این فتوا صحه گذاشته. فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی از سان فرانسیسکو با مساق ثابتان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بیشتر به ما بگید در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر از وضعیت بهاییان در ایران و اینکه چه نکاتی در اون جلب توجه میکنه. بله، با تشکر از شما و درود به همه بینندگان شما تشکر میکنم. یک نکته خیلی اساسی که من مشاهده کردم این است که این گزارش از طرف یک منبع مستقل، یک سازمان خیلی معتبر حقوق بشر و به صورت خیلی بیطرفانه نوشته شده و بر مبنای بسیاری از واقعا شاید بگفت هزارها سند هست که از اسناد جمهوری اسلامی است که این گزارش بر اون مبنا بنا شده. در حقیقت چهار قسمت در این گزارش وجود داره که یک قسمتش در مورد سیاست جمهوری اسلامی در مورد بهائیان هست و علیه بهائیان، یک نکته یک قسمت دیگرش نقض گسترده و نظاممند حقوق بنیادین بهائی است و قسمت بعد تأثیر تبعیض قانونی و سیستماتیک بر بهائیان و جامعه بهائی و بالاخره یک تحلیل حقوقی ارائه شده از تبعیض علیه بهائیان و اذیت و آزار اونها. اما سه نکته که من در این گزارش مشاهده کردم که تقریبا به صورت خیلی وسیع توضیح داده شده این است که هرچند جرم هایی که به بهائیان نسبت داده میشه به عنوان جرائم امنیتی ثبت میشه، ولی تمام قرائن از دیدگاه این گزارش نشون میده که بهائیان صرفا به علت دین و باورشون است که دستگیری میشن. مثلا ذکر شده که در بیشتر یا تقریبا بگو تمام اسناد قانونی که ارائه شده از واژه فرقه ضاله استفاده میشه. اگر این جرم های واقعا بی اساس در مورد بهائیان، در مورد امنیت و اینها صحت داره، چرا در مورد آیینشون بهشون میگن فرقه ضاله؟ یا اینکه
تبلیغ علیه نظام یا گروهک‌های غیرقانونی. به هر حال تمام اینها نشان دهنده این است که باهایان مثل بسیاری از هموطن ما صرفاً به خاطر باورشون هست که مورد ظلم و جور قرار می‌گیرن. دوم اینکه در این گزارش گفته شده که تبعیض علیه باهایان واقعاً سیاست رسمی حکومت، یک مسئله مقطعی نیست، بلکه به طور سیستماتیک و نظاممند بر مبنای چندین سند محرمانه که گزارشگران حقوق بشر و البته گزارشی هم که از خود سازمان دیدبان حقوق بشر مطرح شده نشون میده که این یک اذیت و آزار سیستماتیک از طرف حکومت هست که به تایید بالاترین مقامات هم رسیده. و بالاخره یک قسمت دیگه که خیلی مورد توجه من قرار گرفت این بود که اذیت و آزار باهایان در این گزارش به صورت خیلی وسیعی ثبت شده و تقریبا تمام جوانب زندگی باهایان رو در بر میگیره، یعنی از بدو کودکی، از محرومیت‌های تحصیلی گرفته تا حقوق شهروندی، تا حقوق اقتصادی و اجتماعی و مصادره اموال، تا حتی زمان مرگ شون که در مقابرشون اجازه تدفین بهشون نمیدن و قبرستان‌ها رو تخریب میکنن و بسیاری از نکات دیگه. سپاسگزارم از شما. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی از سان فرانسیسکو کالیفرنیا با ما. تشکر میکنم و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.